شیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 13 از ماه جولای. در روزهای دوشنبه در خدمت شما به مدت 1.5 ساعت هستیم، در باره مطالب مختلف به ویژه مغالطات صحبت میکنیم. بله، دروغ و مغلطه بنیاد کار این سیاستمداران و سیاستگران و حاکمان بوده است در ایران زمین. امروز هم مغالطه ها جریان است. آخوندها، این محسن رضایی رو عرض کنم که برای این آخوندها، یا نمیدونم عمامه به کله و اینها، شروع کردن به شلوغ کردن و اینها، که اگر این داستان موافقت بین اینها به انجام رسید جشن بگیرن. اما گفتن جشن مطابق موازین اسلامی، یعنی نکنه که مردم بریزن تو خیابان ما رو سرنگون کنن. آقا پاسدارا رو خبر کنید، حتی بگذارید این مردم ملعون کافر مجوس که هرگز مسلمان نشدن و کلاهبرداری کردن و سر اسلام کلاه گذاشتن، ممکن است بهانه کنند وجود مبارک ما رو سرنگون کنند. بنابراین اینها بایستی مطابق موازین اسلامی باشد. اینها در واقع برای مصرف داخلی، چون اینا به زانو در آمدن، این بدبختای بیچاره ذلیل شدن به زانو در آمدن، هر چه غربیا خواستن از اینها گرفتن، چیزی در دستشون نموند، بدبختای بیچاره لخ شدن در واقع اوریان در مقابل این هر شبت که هیچ پوششی، هیچ زرهی در واقع در تن اینها نماند که بتوانن بعد ادعای بکنند که حیثیت مثلا این داستان را حفظ کردند و این همه عراجیف و عباطیل که گفتند و این همه سر صدا که کردند دارای یک معانی هم بوده. نه، همه اینها رو تا اونجایی که ما فهمیدیم از چیزایی که درس کرده و چاپ شده و اینها، هر چه اینها خواستن تحمیل کردند. حتی سخن بر این هست که عرض شود که ما هر جا که میخواهیم، این دیگه خیلی ناموسشون بود که ما آقا ما نمیذاریم که شما بیاید هر جا که میخواهن بروند و بازرسی بکنن، به شرط اینکه اینها رو یه روز جلوتر خبر کنن. دو روز جلوتر، خب این که اصلا در دستور کار است که بوده، هر جا میخواستن برن خبر میکردن. این عرض کنم که مطلب مهم اینها بود و موضوع تحریم ها و اینها، اما هنوز خبری نیست. منتها این اندیشه که این کار انجام میشود و ممکن همه بشود برای این که این خفت و خاری و این ذلت و این جام زهر دوم جمهوری اسلامی خفتش بیشتر نشود، سر و صدا کردن که ما آقا اگر جنگ بشود روز اول این محسن رضایی کذا و کذا 1000 گروگان از این آمریکا، از این حرفای مزخرف لاتایل برای مصرف داخلی، برای آدمهای نادان. که بله، ما موفق شدیم و هرچه خواستیم از آمریکایی‌ها و غربی‌ها گرفتیم، پشت پرده معلوم نیست که چه می‌گذرد. یک موضوع مهم دیگر هم این بود که ورود تسلیحات هم تحریم بوده. روسیه به دلایل واضح و چین هم گفتن آقا راست میگن، اینا خیلی مردمان خوبی هستن، بذارید اسلحه حداقل داشته باشن. و اینها گویا اینها هم گفتن خب حالا این رو میگذاریم برای 6 ماه دیگه. ولی هنوز من هرچه به اخبار نگاه کردم اینجا و اونجا، ببینیم آقا داستان چه شد در پس پرده های دیوارهای محکم این مذاکرات، چیزی ما دستگیر ما نشد که در چه مرحله ایست، امضا خواهد شد یا نه. اما تا اونجایی که ما فهمیدیم امضا بشود، در واقع ایران به طور کل از داشتن نیروی اتمی محروم خواهد شد. در یک مقاله‌ای که مخلص نوشتم در سالها پیش در این باب، اونجا عرض کردم که اگر بنا باشد یک کشور در کل این منطقه دارای نیروی اتمی باشد، اون ایران است، به دلیل اون که هیچ کشوری در منطقه به اندازه ایران مورد تجاوز واقع نشده و این میزان کشتار و غارت که در سرزمین ما شده است در هیچ کشوری نشده است. بنابراین ایران با اراده ملت و در مجلس ملی بایستی مطلب شود که ایران هم اتمی باشد. اما نه اینکه یک مش دزد جنایتکار
دزدانه از ملت همه سرمایه ها رو زیر این کوها بکشن. حالا به غلط کردم نفهمیدم افتادن بیچاره های بدبخت. این جنگ خمینی که میخواد اسرائیل بریزه در آب و آمریکا رو بگیره و فلان، یک آخوند مکتبی بیعقل که اصلا با دنیای جدید آشنا نبود، اینها از این حرف ها میزد، بچه های ایران رو برد اونجا به کشتن داد، درست مثل هیتلر. دیشب من یک فیلم از هیتلر میدیدم که جوان ها رو تحریک میکردن که آقا بیاین از فادرلند دفاع کنیم و وظیفه شما نسل جدید هست. یه 300-400 تا بد نوزاد رو جمع کرده بودن، عکس انداخته بودن فیلم که شما باید بچه دار بشید تا آینده آلمان به دست آلمان های اصیل باشد، عرض میکنم خون آریایی. مثل این بیعقلا هست که نام میذارن آریایی، نمیدونم بنگاه آریایی، تلویزیون آریایی، که آدم تن آدم میلرزه واقعا از این خونکی و فاشیستی بودن عنوان. اونام آریایی بودن دیگه آلمان ها. خلاص این عکس این بچه ها رو و بچه های 12-13 ساله 15 ساله اینا توفنگ به دستشون که برون از ایدئولوژی فیرر دفاع بکنن. 5 میلیون بچه به کشتن دادن این آلمان ها در این جبهه های مختلف. فاشیست ها رو عرض بکنن نازی ها در این راه. این خمینی هم همین بود، هیچ فرقی نمی کرد. اینم برای اسلام و بیزه اسلام و عرض می شود که امام حسین علیه السلام و نگه داشته عرض کنم فقه جعفری حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلام علیه، بچه های ایران رو به کشتن داد. لزومی نداشت اینقدر کشته بشوند و بعد شهید شدیم، پیروز شدیم، آقا به بهش رفتن. خود شما چرا به بهش نمیرین؟ هر یکی از شما 100 سال عمر میکنه. دنیا دوستان شکمباره شکمخاره دوستان دروغگو، چرا شما نمیروید به بهش؟ اگه این بهش خوب است چرا عجله نمیکنی بری با حسین و حسن سرور جوانان رو بهشت اونجا محشور شی؟ مرگ خوبه بله، برای بچه های ایران، برای آخون نه. به محضی که دلش در میگیره لندن، همین علی آقا. ببخشی من رو صدام گرفته است، صدای همیشگی نیست، یه خشی و خراشی در اون هست. باری ببینیم چه میشود. بله دروغ. امروز حکومت ایران با مغلطه ترس و وحشت سر پاس و مایوس کردن ملت، ناامید کردن ملت و ترساندن ملت. یک تصویری دیدم از یک جوان بدبخت ایرانی که در خراسان گویا آب خورده، نمیدونم یه تخم کدو خورده، یه لقمه غذا خورده، گرفتن اووردن زره پوش و این فاشیستای بی شعور، خدا نشناس، وطن نشناس، بی شرافت واقعا و ظالم و ستمگر. 85 سر و شلاق. آقا این داستان اجرای دین یا عدم اجرای دین، گناه اگه هست دیگه چرا جرمم هست؟ اگه این تکلیفش با اون الله حرامزاده است، خب بذارید بره اونجا جرمشه بده دیگه، روزش خورده. یه شلاق تا آخونده چرا باید بخوره؟ هم شلاق بخوره هم بره به چماق نکیر گیر بیفته اون منکر، دیگه نمیشه که. دو جا که آدم برای جرم محاکمه نمیشه که. در وقتی آدم هم دارن تماشا میکنن، آقا این آدم هایی که دارن تماشا میکنن این جنایات این آخونده ها رو از قبل دست بریدن و چشم در کردن و دار کشیدن، سفیه ترین آدم های ایران زمین هستن، بیعقل ترین آدم ها هستن با عرض معذرت. آقا چه چیز رو تماشا میکنیم؟ مرد حسابی، زن حسابی، کله سهر اومدی جا گرفتی بچت هم آوردی اعدام تماشا کنه، عقلت کجاست؟ این عواطف بشریت کجاست آخر؟ مگه این تماشا داره؟ گرفتاری ما یکی دوتا نیست. خب اجازه بدید که یک غزل بخوانم که خیلی هم مشهور هست. دیدار شد میسر و بوس و کنار هم، به به بوس و کنار.
یعنی در بغل گرفتن. زکوه اندر آمد چو ابر بهار، گرفته تن زال را در کنار. سیمرغ وقتی زال بمیرد یعنی در آغوش گرفته. دیدار شد میسر و بوس و کنار، هم از بخت شکر دارم و از روزگار. هم زاهد برو که طالع اگر طالع من است، جامم به دست باشد و زلف نگار. هم یعنی آخون گورت گم کن، شرت کم کن، ای ضد زندگی، ای ضد عشق، ای ضد معرفت، گورت گم کن که اگر طالع من است، جامم به دست باشد زلف نگار. هم ما عیب کس به مستی و رندی نمی کنیم، لعل بتان خوش است و می خوشگوار. هم ای دل بشارتی دهمت، محتسب نماند و از می جهان پر است و بت می گسار. هم یه غزل تاریخی است. محتسب یعنی امیر مبارز الدین محمد یه خمینی رنگی بود، با این تفاوت که اون شجاعت هم داشت، در میدان جنگاور بزرگی هم بود، شمشیرن بود، ولی متعصب دینی بود. آدم متعصب دینی احمقه، این ذهنش بسته است، مثل یه دیوار کشیدی و حرکت فکریش در زندگیش عین قاطر روغن کشیه که یه دور دور یه چیزی میچرخه و یه چیز بزرگی هم بستن به این قاطر، سنگ عظیمی هم هست که میچرخه، روغن کنجد میگیره، روغن نمیدونم پنبه‌دانه میگیره، مثل یابوی روغن کشی. خلاصه این آدمک متعصب دینی. عرض کردم اینا رو ان کریتیکال مایند میگوید، یعنی آدمی که اهل تحلیل نیست، اهل تفکر عمیق نیست، اصلا اهل تفکر نیست، هر چی بهش دادن باور کرد. باری این یه همچین آدمی بود. شیراز محل صفا و عشق و شراب و عرض می کنم که تفریح و همه اینها بود در زمان عرض کنم که پادشاهان اینجو، که آخرین شاه شه ابو اسحاق باشد و حافظ با او خیلی دوست بودد. یک غزل خیلی خیلی نابی هم در مرگ او گفته است که همین مبارز الدین محمد او رو کشت. عرض شود که شیراز این داستان تا روزگان کریم خان هم ادامه داشته است. کریم خان در شیراز قریب 5 تا 6 هزار زن خواننده و نوازنده آورده بود به مردم خوش بگذرانند. اینا میزدن و میخواندن و این مرد بزرگ لر که بهترین حاکمان ایران بوده و دستور داد که هر کس به من بگوید شاه گردنش رو بزنید، من وکیل شما هستم. این مرد لور بی سواد معنی جمهوری رو فهمیده بود. آقا شما رعایا هستید، منم وکیل شما هستم، من حاکم شما نه وکیل شما هستم، یعنی اینجا حقوق شما رو من احقاق میکنم، وکالت دارم از جانب شما. در زمان او و شراب شیراز به قول مستشرقینی که از فرانسه آمدن، چون فرانسه محل شراب است، شراب شیراز به لحاظ کیفیت و اون سکر خاصی که به عرض کنم که اهل شراب میدهد، به قول اونها از شرابای فرانسه خیلی خیلی بالاتر بوده، خیلی خیلی بالاتر بوده. باری یه همچین جایی رو این آقا آمده، همون داستان شلاق برای روزه و نماز سحر فلان و فلان و نماز جماعت چنین و چنان، این رندان شیراز، روشن فکران، آدم های درست حسابی مثل حافظ و دوستانش، اینا رنج میکشیدن تا اینکه بالاخره بچه هاش هم از دستش خسته شده، تا اینکه شاه شجاع که یکی از فرزندان او بود در یک بالاخانه این امیر مبارز الدین محمد نشسته بود، به قول کتبی مورخ عرض کنم تاریخ مظفری، اینها رفتن و حمله کردن که این رو بگیرن. شمشیرش از او فاصله داشت، نه ولی با مشت زد یکی از اینا رو کشت. باری گرفتنش و چشماش رو
میل کشیدن و فرستادنش در یک قلعه اونجا تا اونجا عرض کنم که به لقاء الله پیوست. این غزل متعلق است به همون روزگاری که شاه شجاع بر تخت نشسته، باز میخانه ها رو گشوده، نشاط آمده به شهر. نشاط، انسان نیازمند نشاط هست. این آخوندهای مرگ طلب در نشاط رو بر مردم ما بستن. ایران یک زندان بزرگ، یک غمکده است امروز، یک غمکده بزرگی است. یک عده‌ام خب پول دارن، خاک بر سر اینها، این دزدان احمق با اون طمع که حالا میخواد چیکار بکنی تو مملکت، تفریح چی هست؟ کو اون تئاترها، کو اون مراکز موسیقی، کو اون نمایشنامه ها، کو تفریح؟ چیکار میخواد بکنی با پولت مردک؟ میری سیغه کنی. باری این غزل متعلق است به اون روزگار. ای دل بشارتی دهمت محتسب نموند. خب نمیشد بگه که امیر مبارز الدین محمد محتسب. محتسب یعنی کسی که حساب میکشه. محتسب ها شبا با شلاق را میفتدن تو کوچه ها، سر چهارراه ها، ببینن کی مست چیزه، بخوابونن همونجا برابر شرع مقدس محمدی که میفرماید خرید و فروش شراب گناه کبیره است، اما خرید و فروش آدم و اطفال مردم خیلی چیز حلال و خوبی است و الله فرموده است بیارید تا من بفروشم زنهای مردم رو، این گناه کبیره است. من آدم فروشی؟ آقا بیان جواب بدین. آقا این آخونده بپرسین تا کی ساکت نشستی میترسی؟ هموطنی آخونده سفیر رو گیرن، آقا چرا فروختن شراب حرام، فروختن آدم آزاده؟ چی و جاری داره؟ یعنی الله چش بوده، مخش خراب بوده، رسولش برده فروش بوده، میفروخته اسلحه میخریده. تو رو خدا نگاه کنی، پیدا کنی داعش را، زن و بچه مردم بفروشی اسلحه بخری رسول الله. 1400 سال، 1400 سال این مملکت بو گرفته، بو، بوی عفونت. خب ای دل بشارتی دهمت محتسب نمان، و از می جهان پرست و بت میگسار هم، خاطر به دست تفرق دادن نزیرکیست، مجموعه‌ای بخواه و صراحی بیار هم. آقا این تفرقه ها رو بریزید دور، مجموع بشویم، می رو بیارید. خاطر به دست تفرق دادن، اینجا ذهنشون، نزیرکیست، مجموعه‌ای بخواه و صراحی بیار هم، بر خاکیان عشق فشان جرعه لبش، تا خاک لعلگون شود و مشکبار هم. اون شد که چشم بد نگران بودی از کمین، خصم از میان برفت و سرشک از کنار هم. ای خدا کنه روزی شر یا خون کنده بشود تا یک شاعری مضمونی چنین بپردازد که خصم از میان برفت و سرشک از کنار هم. میگه اینجا میان و کنار رو گفته. یه مضمونی دارد فکر کنم خواجوی کرمانی است که شعرش یارم رفته، میگه کنار دجله بغداد آیتی است، اما از آن میان شهر تبریز هست، کنار و میان. خب میگوید که دشمن از میان رفت و اشک ما هم رفت، یعنی تمام گرفتاری و بدبختی و ناراحتی ما و این دیپرشن های ما و این روانپریچی ما و این رنج و اندوه ما به خاطر همین فلان فلان شده. این آقای چماغدار بود دیگه رفت، بنابراین سرشک ما هم رفت. چون کاینات جمله به بوی تو زندند، ای آفتاب سایه ز ما بر مدار. ها ببینید
چه تفکر علمی عمیقی، میگه همه چیز به خاطر این خورشید زنده، خورشید نباشه هیچی نیست. اونا که مهرپرست بودن عقلشون درست بود، میدیدن آقا همه جهان نمیش اجرامن، این زندگی و حیات انسان و این همه ادعاش و این همه زیبایی ها و این همه حیوانات و این همه گیاهان و این همه تلالو و این همه گل ها و این همه پروانه، همش مدیون کجاست آقا؟ مدیون خورشیده است. کافیه 10 درجه حرارتش بره بالا، همه چی تمام. حافظ به درستی فهمیده چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند، ای آفتاب سایه ز ما بر مدار، هم چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست، ای ابر لطف بر من خاکی ببار، هم خیلی هم بلنده، تقریبا به قصیده نزدیک شده. حافظ اسیر زلف تو شد، از خدا بترس و از انتصاف آصف جمع اقتدار، هم اشاره به وزیری است. بله اینجا دیگه رفته تو مدح اون حضرت. بسیار خوب، اجازه بفرمایید که از سپهر گرامی خواهش کنم. اینجا ماشاءالله هوا خیلی گرم، کولرمونم مثل این که عرض کنم که وضعش درست نیست به وجهی که باید. خب دوشنبه پیش از این خدمت شما ما 3 طبقه مردمان خدمتون معرفی کرد. یکی آدم هایی که در واقع اکثریت جامعه رو تشکیل می دهند و اینها دارای فکر انتقادی و تحلیلی نیستند. They have an critical minds، یعنی این فکر صامت و قادر به تفکر عمیق و تحلیل قضایا و نقد مطالب و مسائل نیست. اون چه در این جمجمه وارد شده سنته، یعنی در واقع اگر یک آدمی در فیضیه دیوار به دیوار فیضیه به دنیا آمد، البته مردم قم رو اشتباه نکنیم، مردم شجاع و روشنی هستن، کمه که آیت الله قومی ما کم داشتیم، اگر هم داشتیم مخالف اینا بوده تا اینجا که من فهمیدم، حالا اشتباه تصحیح کنید. اگر بنا بود که مردم قم آیت الله میخواستن بشن، بیشترین آیت الله بعضی از قم بودن، اما نیستن. واری منظور مخلص محیطه، نه شهر قم، محیطه. فرض کنید سبزبار که محل تشیع بوده از روزگار قدیم، یا کاشان، یا نمیدونم گداخانه کربلا، اینها، این کلش پر حسینه، بدبخت بیچاره، از همه پدیده های گیتی کلش پر شمر و یزید و حسینه و اینها مقدسات این هستن. یعنی این مغز کاوشگر انسان، این ماده که در جهان هستی به لحاظ پیچیدگی و عظمت نظیر نداره، تمام جهان هستی به عظمت این مغز نیست، همه مغزها با هم برابرن. حالا یه کسی ممکنه اندک استعدادش بیشتر باشه، ولی روی هم همه آدمای دارای استعداد تفکر و تحلیل هستن. اما آدمیزاد حیوانی است که خودش رو گول میزنه، سلف دیسیوینگ انیمال، خدمتتون عرض کردم. زمین میگن الانسان و حیوان و ناطق، واسه بگیم انسان یک موجودی است که خودش رو فریب میده، خودش رو فریب میده، فریب میخوره، مغز فریب میخوره و در همون سنت باقی میمانه و خیال میکنه اینها معیارهای جهانی و یونیورسال هستن و دیگه بهتر از این دیگه هیچی نیست. اینها رو تصحیح هم نمیشه کرد، بهشون بر میخوره. از تعصبات اینا انتقاد کنی بر میاشوبن، ممکنه حمله هم بکنن، چاقو هم بکشن، که میکشن و کشیدن و هزاران هزار نفر بلکه میلیون ها در راه این تعصبات دینی کشته شدن و جانشون رو از دست دادن به خاطر این مباحث. حرف آقا، حرف. حالا این تعصب ممکنه که
به یک نظام سیاسی مربوط باشه، مثل کمونیستی که کسی نمیشد از مارکس ایراد بگیره، میگم شکمش رو میخواد پاره کنه که آقا حرف آخر مارکس زد. آقا مرد حسابی، مارکس مرد بزرگی بود، معلم بزرگی بود، فرزانه و نابغه بزرگی بود، اما نه اینکه همه مشکلات بشر رو حل کرده باشه، یا فرض کنید که کتابش یا تئوریش دیگه کامل و جامع باشه و انسانیت باید تسلیم آقای مارکس بشه. خب نمیشه حرفا رو بزنی. حالا این رو عرض کردم، من متاسفم که عرض کنم که این سیستم پادشاهی در ایران اونهایی که خود رو نگهبانان و طرفدارا میدونن یک مش اجامر و اوباش، یک مش آدمای اوباش فحاش که از طریق اتهام میخواهند که چیکار کنن، سیستم رو برگردونن. مرد حسابی بی عقل، ای جاهل نادان لاتب بی سواد که هرگز یه روزنامه هم نخوندی، یه تحلیلی بکن در جریان، یه نگاهی بکن. تو که حیثیت اون چیزی که دوست داشتی بردی، که باری با اینها نمیشه چیز کرد، استدلال کرد، نقد کرد و اینها، به جهت اینکه این کله انکریتیکال هست و بسیار طول میکشه تا یک جامعه در واقع، یعنی بیشتر مردم به این درجه در واقع کریتیکال برسن. اون چه آموختن رو اصل میدونن و خیلی زود فریب میخورن، به خصوص خرافات، و این طریق رو طی میکنن بدون تا آخر عمرم میمیرن در همون جهالت و نادانی، بدونی که بدونن دنیا چه خبر هست. یک نگاه اون طرفترم حتی صورتش برنیم ببینیم حالا این آقا چی میگه، ببینیم این کتاب چی میگه، ببینیم این کفار چه میگن، نگاه کنیم، استدلال کنیم. آقا بزرگترین ودیعه ای که جهان و خدا و طبیعت و هر چه هست در انسان داده این تفکرشه. گفت برادر تو همه اندیشه ای جز این مغز، که بقیهش که چیزی نیست، دست و پا و نمیدونم سایر اعضا که الاغ هم داره، نمیدونم خرس هم داره، همه جا. این منظور اندیشه است، انسان اندیشه است، این اندیشه به کار نندازی که هیچ چیزی واقعی نمیبونه. حالا برگردیم سر خودمون. جامعه ما متاسفانه در یک روزگاری یک جامعه پیشرفته بود، متفکران بزرگ تولید میکرد. آقا افتخارات جهان رو ما داشتیم، آدمی مثل بیرونی در کمترین فرهنگی هست. بعد به جهات مختلف که بارها من بهش اشاره کردم، ما به سرچی به انحطاط افتادیم و هرچه قتل و غارت بیشتر شد ما ضعیفتر شدیم و جنبه های خرافی ذهنمون زیادتر و زیادتر شد، تا روزگار صفویان که در اواخر صفویگی به منتهی درجه بدبختی رسیدیم و قاجارها، و با همون ذهنیت آمد. عرض کردم در وجود هر آدم مدرن یه آدم عقب افتاده اصل حجری هم هست که گاهگاه سر بر میکشه. اون آدم صفیحی که تحصیل کرده رفته دانشگاه، اصلا مقصود از تحصیل، این حرف مخلص تو خواهش میکنم به یادتون باشه، مقصود از تحصیل این نیست بری مدرکی بگیری پوز بدی یا بری یه جای شغلی بگیری $4 در بیاری. مقصود از تحصیل رها شدن از خرافات و سلام علیکم. این مهمترین هدف یک انسانی که پا میگذارد به دارالعلم این است که از خرافات اول نجات پیدا بکنه. حالا فوتوفندی که یاد میگیره به جای ارزشی نداره، که هر کسی میتونه این کار رو انجام بده. ولی آدمی که رفته به دانشگاه و بعد در این خرافات باقی مونده، این تحصیلش به درد خودش میخوره، به درد کسی نمیخوره. آدم خرافی که نمیدونم مدارک دانشگاهی داره، میگه من عکس امام رو در ماه دیدم پش میشه لای قرآن. خب صفی هر این رو آدم کله آدمیزاد روزی نمیدونم 40 تا 50 تا 75 تا مو ازش میفته، ریش همینجور. خب این قرآنی که هی برداشتن و نگاه کردن اینا، پشم ریش کلش افتاده. تو برو یه قرآن نو لایق و زرورق تاج چاپش ببینه پشم کسی درش هست؟ پشم آقا لای قرآنه. به عوض این که بگه آقا
ما جستجوگر آزادی هستیم. والا این آقا اومده به ما داره میگه آزادی بده. حالا اون زمان در چیز فریب عرض میکنم، حالا بماند که فریبکاری بود و قتل بود و اصلا مملکت منهدم شد و بین رفت. یه چیز مستدلی، یک چیزی که شایسته انسان مدرن هست. آقا پشم این آقا لا قرآن سوره جمع سوره ما و این حقا که پیدا شد باید از این سپاسگزاری کرد. اگر این حقا در هر فرهنگی پیدا می شد، روانشناسان ملی، یعنی کسانی که با روانشناسی ملت آشنا هستن، میمیرن در باب این بحث میکردن. این آدم آمده میگه که من میرم، من یه دوستی دارم ریاضیدان. آقا ریاضیدان، ریاضی همش استدلاله. با خوشحالی دست منی گرفت، گفت به خامنه ای و نمی رفسنجانی و کی امان داده که اینا برن از ایران. نکنم کیو میگه این حقا رو. آقا یک دقیقه بشین فکر کن ببین آقا این جمهوری اسلامی رو برکنار کردن چگونه میسره. فرض میکنیم این آقای علی خامنه ای، این عرض کردم بازم میگم که واقعا این باعث خجالت بود این داستان حقا. فرض کنیم آقای خامنه ای نه در ایران و سپاه پاسداران و 20,000 تا چاوکش شخصی و سپاه پاسداران چاوکشان بسیج و همه اون آدم کشان و همه اون جنایتکارانی که هستن، نه باید. این آقا میرفت یه توالت عمومی از این چوبیا که درست میکنن یا که ما ساختمون بسازن، یه توالت پس این آقا رفته تو این توالت، یه پاسدار داره از این چیز نگهداری میکنه، مسلسل این جسه هم دستشه. میخوام بریم مستخلص کنیم این جریان رو، بکشیمش بیرون از اونجا، از آمریکا. چی لازم داریم؟ فرض کنیم تو آفریقاست، در بیابانهای لیبی اونجا. ما برای این که بریم این آقا رو اونجا بکشیم بیرون، یه تیم مذاکره کننده لازم داریم. چون آقا رو میخوام زنده بگیریم دیگه، نه؟ یه تیم تیرانداز لازم داریم. عرض میکنم که آمبولانس و نمیدونم تشکیلات ایمنی و این حرفا لازم داریم. حداقل مخارجی که برای گرفتن این توالت صحرایی و گرفتن آقا لازم هست بیشتر از ممکنه 2,000,000 دلار باشه. تو به من میگی حقا داره میره ایران، ایران نجات بده، آخونده رو بدون کنه، فراری بده. خب این همون مغزیه که قدرت تفکر نداره، نمیتونه بفهمی که آقا میگه خب لابد شدنیه دیگه، وقتی که امام زمان شدنیه، این فکر اینطور روش کرده دیگه. وقتی که شق القمر شده، ماه نصف شده، نصفش رفته توی یقه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، نصف دیگه از اینجا اومده به نصف از اونجا اومده، ببین خب میشه که حقا بره ایران هم نجات. اونی که پذیرفتی، این کامپیوتر کله خراب شده دیگه. اون سی پی یوش، اون سنترال پروسسینگ یونیت به قول کامپیوتران ها خراب شده. ضربه خورده آقا، نتوانستی اینها رو بیرون بریزی. حضرت امام زمان از چاه داره ظهور میکنه فلان اینا، در روز قیامت نمیدونم چی، اینا همش صحبت لاطائل، اینا همش مال آدمای عقب افتاده، از حجر یه هم میاد بیرون. ظاهرش مدرنه، ظاهرش تحصیلات داره اینا، ولی اون آدم هنو قوی تره، اون آدم از حجر. انشالله تعالی که فلان اینا. نمیدونم، انشالله معجزه میشه. حالا یه حلوایی بپزیم. این طبقه مهم مردم در جوامع، معمولا جوامع شرقی و جامعه خودمون، اینه داستان. متعصب، نادان و در واقع بدون اون که بتواند جریانها رو تحلیل بکند و فکر درست داشته باشد، بتواند بعد رو از خوب تشخیص بده، معنی حرکات رو بفهمه که آقا این آدم های زورگو و زورمند مقصودشون از حرفا چیست، پشت پرده چیست، اینها ماهیت این کار چیست، به کجا دارد می رود و اینها هیچ کار و کار اینا نیست. خیلی راحت با چند دروغ
خمینی توانست روشنفکران و گروه های سیاسی رو همه رو دنبال خودش بکشه. حقباز بود، لباس حقبازی هم تنش بود، خب عمامه و ریش سفید و عبا و اسلام اسلام میکن. اولش که نه، اینا گروه اول هستن. با درود بر شما هموطنان گرامی، با عرض پوزش مرچیم کت رو بذاریم کنار به لحاظ گرمای اینجا و همینطور بیریا خدمتون باشیم. شوخی میکنم. باری، این طبقه اول بود. و یه نکته اضافه کنم، اون دوستانی که سینه میزدن دنبال این آدم و اینا، بعد نبودن میگن آقا ما سفیه بودیم نفهمیدیم، ما باستی بیشتر فکر میکردیم، قبول نمی کنیم قبول مسئولیت. اگر اشتباهی میکنیم اون مایه شهامت و بزرگواری رو نداریم که آقا ما اشتباه کردیم. آقا انسان اشتباه میکنه، آقا انسان اشتباه میکنه، انسان میتونه اشتباه بکنه. گرفتاری اینجاست که حق بازی میکنه، اشتباه همه میکنن، اما با سوء نیت عرض کنم که حق بازی کردن و مردم فریفتن اونه که اشکال داره. آقا ما اشتباه کردیم. این یه دوست بسیار بسیار نازنین داشتم، اسم نمیبرم، زنگ زدم دیدم که این مرد محترم که در یک اداره خیلی مهمی کار میکرد، تحصیلاتش هم خیلی خوب بود، سالی هم با من دوست بود، گفتم آقا دیدم شما هستین اونجا، خانمتونم هست، پسرتونم هست. به من گفت که فلانی، خب خیلی آدم ها اومدن حرفای خوب زدن، مثل اسماعیل جان خویی، مثل نادر نایخود جناب عالی، اما ایرانه که نجات ندادین. این آقا ایران نجات میده، ایران نجات میده، ثروتش هم داره. حالا این آقا انداخته بودنش بیرون در ویرجینیا، گویه پول اجاره خونه نداشت بده خلاصش. بعد اینقدر لیاقتش که به من نامه نوشت بعد از دو سه ماه که آقا ما ببخشید ما اشتباه کردیم، شما درست گفتیم، ما اینو بزنیم در فلان روزنامه هم چاپ کنیم، اینو اشتباه کرد. خب از این میگذریم، بعد میرسیم به یک طبقه دیگر که اینها کریتیکال فکر میکنن، یعنی قدرت تجزیه و تحلیل قضایا رو دارن، اما اینها در راه مردم فریبی استفاده میکنن از این توان فکری که دارن. معمولا عرض کردم شیک پوشن، بسیار خوب سخنوران خوب هستن، مثل علی شریعتی یکیش بوده، بزرگترین مقالطه کار در تاریخ اخیر ایران علی شریعتیه. فکر نمیکنم رکورد ایشون رو از لحاظ مغلطه و دروغ و از لحاظ سیاهکاری و بیعقلی واقعا که شما بیا یه ملت بزرگی رو با 2500 سال تاریخ که مراحلی رو گذرونده از مدرنیته و حالا ممکن است آمادگی داشته باشد برای آزادی و دموکراسی، بیایی بندازی به یک چایی که شما گاو و گوسفندین، امام لازم دارین، شما حق سوال میگه ندارین. مگر شما میروید پیش طبیب سوال میکنید؟ شما گوش میکنید به طبیب؟ این مغلطه قیاس مع الفارقه. آقا چه مناسبتی هست بین طبیب یا اینکه میخواد انسان سرنوشت سیاسی خودش رو معلوم کنه و بگه من آزادی میخوام؟ مگر شما پیش طبیب میروید؟ این استدلال علی شریعتی. من تعجب میکنم طرفدارهاش یکی دو نفرم اینجا هستن، خدا حفظشون کنه، پیرمرد و اینا هستن، سینه میزنن، چون چلو کبابای خوبی خوردن منزله ایشون. مگر می روید پیش طبیب سوال می کنید؟ گوش می کنید به طبیب؟ بنابراین انسان بایستی به امام گوش کند، ایرانی بایستی مثل گاو و گوسفند، اینن اینو میگه، میگه گوسفند، بایستی چیز هم از امام زمینه فکری آماده می کرد که امام بیاره. خب برد الان اون خیابون بزرگی که عرض کنم که شاهرضا بود، خیابون شاهرضا یا رضا شاه، شاهرضا، بله شاهرضا، خیابون بزرگ و پهن تهران، خود رضا شاه هم احداث کرده بود اتفاقا، به هم ریخته بود تهران و اینا. باری
خیابان علی شریعتی. من نمیدونم مدافعین شریعتی چی میگن. خب اجازه بدید که برویم سر این داستان و طبقه سوم خدمت رو معرفی کردم. عرض کردم که fair minded critical people or persons، یعنی آدمایی که در واقع مغزشون قوه و قدرت تحلیل داره، عادلانه میبینن، افقهای دوردست رو میبینن، جستجوگر چیزی برای خودشون نیستن و رنج میبرند از جهالت اون گروه بزرگ و اون گروه کلاهبردار دیگر. و عرض کردم سیاستمداران، حالا نه همه سیاستمداران اما قریب اکثر قریب اتفاق، چون ما آدم مثل گاندی و لینکولن اینا کم ده، کلن کسی که وارد کار سیاست میشه و میخواد که جامعه رو به وجهی که میخواد دنبال خودش بکشه، این جز همون عقبازا و مغالطه کارا و دروغگویان به حساب میاد، مگر عکسی ثابت بشه. تاریخ اینطور نشان داده است که کار سیاست و سیاست بازی با دروغ و توطئه و اینجور چیزها توأم بوده همیشه. حالا اگه یک کمی قدرتش هم بیشتر باشه، یعنی قدرت قاهر باشه، چیکار میکنه؟ زندان هم داره، شکنجه هم داره، مثل آخوندهای امروز خودمان، کره شمالی، نمیدونم رژیم اسد، اینها گذشته از حقه‌بازی و گمراه کردن مردم و تبلیغات مضر و مسموم مثل همین آخوندها که از بام تا شام آقا نان و اسلام دارن به ملت میدن و هر رو مسجد و امامزاده درست میکنن، چنان که گویی این سرزمین قبرستان، اینجا کجاست آقا، کجاست اینجا؟ این عالی پیام بیچاره برای چی برات بره زندان؟ یه طنزگو آقا، یک طنزگوه، یه طنزگوه در تمام دنیا آقا، طنزگو هستن. مثلا عبید زاکانی در 700-800 سال پیش در ایران نشسته کتاب داره به شاهان، به قاضیان، به نمیدونم صوفیان، همه رو نقد کرده، کلمات تند گفته، هیچ کس هم یقش نگرفته. این اصل مغوله، اصل ما رو ببینی. باری این گروه دسته سوم، جامعه در واقع مدیون این گروه هست که عرض کردم که متفکران نقاد هستند و قضایا رو میفهمند و تحلیل میکنند و در اختیار جامعه قرار میدن و در اندیشه حقه‌بازی و فریب دیگران نیستن و اگر کسانی بیرون آمدن و راهی گشودن در واقع طریق آزادی و سعادت جامعه، از این طبقه سوم بود. خب حالا برگردیم به این که حقه‌بازان با چه زبانی و با چه بیانی مردم رو گول میزنن و اسم این هست مغالطات دیگه. بله مغالطات. یک مغلطه داریم، من راجع به اینا قبلا هم صحبت کردم اما مطمئنم فراموش کردین شما، خود من هم اگه مطالعات رو ادامه ندم بعض قطعاتش رو فراموش میکنم. مغلطه جنرالیزیشن، یعنی شما یک چیزی رو تعمیم بدهید. مثلا فرض بفرمایید که یک برادر افغان رو استخدام کردید، آمده برای شما کار کرده، خوشتون نیامده، بعد این مجلس اون مجلس افغانا اصلا به درد نمیخورن. خانم از کجا میدونی؟ میگه من یکی داشتم، یک کسی آمده که افغان بود برای ما کار میکرد، اصلا کارش خوب نبود، تنبل بود فلان اینا. این داره چیکار میکنه؟ این داره جنرالایز میکنه، یک نفر رو داره تعمیم میده به کل. این اشتباه بزرگی است. این قضاوت ها معمولا در ما هست که جنرالایز میکنیم، همه قضایا رو جنرالایز میکنیم،
این اشتباهه و این خطاست. تعمیم دادن یک قضیه کوچک به کل قضایا، این یک مغلطه بسیار بسیار پلید و بدی است و باعث گمراهی است. بهایا رو میگی؟ نه. چرا؟ چی شده حالا؟ برای بهایا چه مشکلی داری؟ آقا ما یه همسایه داشتیم بهایی بود، اینجوری بود. یا برعکسش هم صادقه ها، که یک نفر مثلا حالا همون داستان افغان که گفتم، یا مثلا مسئله بزنم که بسیار راضی هستن، میگه که جمیع بهایان جهان دیگه همشون دیگه خیلی عالی هن و فلا. در حالی که اینجوری نیست، آدم ها مختلف هستن. در هر دینی، در هر آینی، در هر کیچی آدم خوب پیدا میشه، آدم بد پیدا میشه، آدم خسیس پیدا میشه، آدم کریم پیدا میشه. نمیشود تعمیم داد یه قضیه رو در همه. سونیا رو میگی؟ سونیا خیلی آدم های بیرحمی هن و اینا. نه آقا چنین نیست. این تفکری که جنرالایز میکنه و تعمیم میکنه، این داره مغالطه میکنه. اینها در واقع علم از اونجایی به وجود آمد، از استقرا به وجود آمد، نیامدن جنرالایز بکنن. علما آمدن مثلا فرض بفرمایید در باب پستانداران بخوان مطالعه بکنن، یکی 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 نگاه کردن دارای چه خصیصه ای هستن، بعد به نتیجه رسیدن که پستانداران دارای این هست، دارای این صفات هست مثلا فرض کنید. بنابراین تفکر علمی جنرالایز کردن رو قبول نمیکنه و این یک مغلطه بزرگی است. وقتی خمینی میگوید بکشید دشمنان اسلام را، آقا دشمن اسلام کیه؟ این چه حرفیه میزنی مرد حسابی؟ چه دشمن اسلام؟ اینا بچهای سیاسی مملکت بودن، شور جوانی و حس مسئولیت اینها رو گرفته بود، واقعا کار سیاسی کردن. دشمنان اسلام چیه؟ چرا اسلام اینقدر دشمن داره؟ چرا اسلام اینقدر سسته که فکر کنی پایه‌هاش می‌ریزه؟ یکی میاد یه نقد نمی‌کنه مثل کسروی، بکشید او را، دشمن اسلام. بله، این بحث جنرالیزیشن خیلی بحث مفصلی است و من فقط به کوتاهی خدمت شما اشاره کردم که بدانیم که جنرالایز نکنیم، نگوییم همه سیاه ها اینطور، همه یهودی ها اینطور، همه ایرانی ها اینطور. و هر فردی متناسب با محیط زیستش، متناسب با شرایط خانوادهش دارای یک شخصیت است. از همون فرهنگ بایستی صحبت کرد، بایستی در نظر گرفت که آقا این چگونه آدمی است. راجب خود شخصمون قضاوت کرد، چون این آدم هیچ دوتا آدمی مثل هم نیست. جنرالایز کردن غلطه بسیار بزرگی است. بله، خب یه غلطه این هست که وقتی شما رو به یه چیزی متهم میکنن، شما بلافاصله برگردید و اونم به همون جور متهم کنید. میگه من خیانت کردم، تو خیانت کردی. احمدی نژاد استاد این کار بود، میگفتن آقا شما بمب داریم، میگه شما چند تا بمب داریم. آقا بحث نیست که شما چند تا بمب داریم، بحث شما مطرحه که دارین چی کار میکنین. هرچی میگفتن همون سوال رو برمیگردون. این همون سوال رو برگردوندن مغلطه ایست و از زیر جواب فرار کردن و از مسئولیت کاری چانه خالی کردن اینه. یعنی شما A به B امری رو متهم میکنه، B برمیگرده به A همون امر رو متهم میکنه. تو من دیگه دوست نداری، من تو رو دوست ندارم، تو از من بیزاری، یه همچین چیزی. اگه شنیدید حواستون باشه. عرض میکنم که بله، یه مغالطه دیگه هم داریم، مغالطه لغزنده. نمیدونم به فارسی چگونه ما این رو ترجمه کنیم، اما در واقع مفهومش همینه. یعنی فرض فرمایید که
یه بچه داره، یه بچه نوجوانی فرض کنید که داره یه آبجو میخوره، پدرش میبینه میگه چشمم روشن، خب حالا امروز آبجو میخوری، فردا عرق میخوری، پس فردا نمیدونم هروئین میکشی، پس این فردا نمیدونم شیشه میکشی، بعدش هم افتاده خیلی خیابون. ای بابا، این میشه میگن سلیپری سلو، یعنی سطح زاویه دار لغزنده، که شما وقتی میشینید این بالا به خصوص اگه یخی برف چیزی باشه مرتب میلغزی و سرعت زیاد میشه، بعد پرتاب میشه یه جایی، یا داره یه برق میزنه با رفیقش و اینها. خیلی خب، حالا امروز کنی فردا میره قمارباز میشی، پس فردا میره هروئینی میشی، پس این بعد اینجا کاره میشی، بعد این کاره میشی، بعد ما باید بیم تو رو از گداخونه ها جمع کنی. سلیپری سلوپ، اینو من زیاد شنیدم، خصوص تو خانواده ایرانی که خیلی میخوان کنترل کنن بچه هاشون ها، این سلیپری سلوپ رو یادمون نره. بزرگترین مغالطات یکیش هم اپیل تو اتوریتی هست، یعنی شما مرتب از یک بگید که فلان کس، حضرت آیت الله العظما این رو میگه پس این صحیح هست، یا خداوند تبارک و تعالی گفته که خون کفار رو بریزین، با تشبث به این اتوریته بزرگ خوناشام که اون الله مدینه باشه قتل میکنه و خودش مینویسه میگه اون گفته. این همه جنایات که شد در صدر اسلام و آدم کشی ها و قتل عرب و عجم و اینها، همش از اینجا بود. یه کسی آمده بود نه تنها خودش اتوریته میدونست، اسم خودش بغل اسم خدا گذاشته بود، خدا فرموده جهاد کنید، یه وقت خداوند تبارک و تعالی که بزرگترین اتوریته و نمیدونم خالق علل اطلاق و کریم علل اطلاق و جبار علل اطلاق هست، فرموده است و اینا، که باید انجام بدیم دیگه. نه، تشبث به اتوریته است. آقا داری چی میکنی؟ این دختر داره بازی میکنه، این چه دختر 7 ساله رو چه شوهر میدی؟ چی؟ حضرت امام جعفر صادق گفته است که اگر که دختر در منزل باشد که نمیدونم اون حالت زنانگی داری ظاهر بشد، اون خانه جای جهنم و جای شیطان است. با تشبث به این مهمل لاتائل منصوب به جعفر صادق، چه ما این دختر بچه های بدبخت رو قبل از اینکه بازیشون تموم بشه، دختر 7 ساله 8 ساله 9 ساله بازی میکنه، 10 ساله 12 سالش هم داره باید بره با بچه ها بازی کنه. تشبث به اتوریته هستی که در فقه جعفری امام جعفر صادق علیه السلام بزرگترین اتوریته است. بنابراین دختر 7 ساله رو 8 ساله رو 9 ساله رو یا 10 ساله رو چه مایه خانواده ها با تشبث به این حرف امام جعفر صادق، این خانواده هاشون بدبخت کردن، دخترشون بیچاره کردن، از خونه کردن بیرون، یا فرط خساست و لعامت که این یه نونخور کم کنیم از تو این خونه. تشبث به اتوریته یکی از کثیف‌ترین مغالطات، تشبث به اتوریته است. آقا این حرف چرا میزنیم؟ امام خمینی گفته. خب امام خمینی مغزش چقدر بود؟ چی میدانست این امام خمینی تو؟ تشبث به اتوریته. یکی هم تشبث به تجربه است. یعنی این آقا خیلی تجربه داره، اینو گذاشتیمش به رئیس اداره فلان جا باشه، خیلی تجربه داره، فلان بپرسیم ازش یاد بگیریم و اینا. بله آدم مجرب خوبه، اما نه اینکه شما سر تا پا بخواهید اون را علم کنید برای به کرسی نشوندن یک امر نادرستی، بگین آن آقا که مجربه میگه. یعنی دادگاه آمریکا همین امروز، اون آقای که رفت تعدادی تو سینما کشت، دادستان آدم آورده متخصصین با تجربه، گفتن آقا این میدانسته داره چی کار میکنه، چون مقدمات تهیه کرده، رفته اسلحه رو از تو قفسه برداشته، آمده قبلا هم سابقه عرض کنم چنین چیزی ذهنی داشته، در کامپیوترش اینو گفته اینا فلانی حرفا، پس این میدانسته، بنابراین این اینسین نیست، مجنون نیست که بخواد نجات پیدا کنه از مکافات قانون. این
اینا تجربه داران در واقع داستان هستن. دفاع که وکلا باشن و کارشون دروغ گفتن معمولا و عرض کنم حق ناحق کردن و ایناست، رفتن مجربین خودشون رو بردن که نه خیر آقا ما مجربی تجربه داریم در این کار و اینم در مدرکمون و بندوبساتمون، این آقا اصلا نمیفهمیدش داشته چی کار میکرده، اون در حالی که داشته میکشته مردم رو نمیدونسته خوب و بد چیه. بنابراین ما دو جور آدم مجرب داریم اینجا، دو تا حرف مختلف دارن میزنن. هر دوشون هم پول گرفتن در واقع و آمدن در اون دادگاه نشستن. خب در این جور مواقع معمولا کسی که متهمه پول بیشتری باید بده برای دفاع از کثافتکاری قتلی که کرد. باری اینها تعدادشون زیاده، بعد در باب اینها صحبت میکنیم. امروز قرار بود راجع به آقای انریکو فرمی یه اشاره بکنیم در ابتدای کار. روز دوشنبه هم سعی میکنم یکی از علمای بزرگ و فضلای بزرگ رو به شما معرفی کنم و نشد، ولی برای اگه مؤثره یک تصویری از ایشون نشون بدیم در بابش بعد صحبت میکنیم دوشنبه آینده. کارهایی که انجام داده این فیزیکدان بزرگ ایتالیایی آقای انریکو فرمی، بله اینجا در حال تدریس فیزیک هست، اکسپریمنتالیست بزرگ، نظریه پرداز بزرگ فیزیک، انریکو فرمی در دانشگاه روم تحصیل کرد و اولین نیروگاه، در واقع اولین نیروگاه نه به معنی تولید برق بکند، اولین بار با خشتای اورانیومی اینا نشان داد. بله این رو در باب این صحبت می‌کنیم. این چی هست؟ در اینجاست که در دانشگاه شیکاگو ثابت شد که فعل انفعال زنجیری میسره و انریکو فرمی شخصا با دست خودش، این آجرها که میبینید مقدار زیادی اورانیوم در اینها هست، و فرمی تشخیص داد که در لایه مثلا 57 این بحرانی میشه و فعل انفعال زنجیری اتفاق میفته. این در تاریخ انسان یک آزمون فوق العاده است و او درست میگفت، محاسباتش درست بود. اما به جهت اینکه عرض کنم که تشعشعات رادیواکتیویته و اینها، این دانشمند بزرگ دچار سرطان شد در 57 سالگی، هم رخت چشم از جهان فرو بست. هفته آینده بیشتر در باب آقای انریکو فرمی صحبت میکنیم. با سپاس از سپر و سپاس از شما هموطنان بسیار عزیز، برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.